فعلا این اتفاق نیفتاده. حالا حسینی کیانی نزدیکش میشه، شهبازاده پاس خوبش برای نورافکن، خود امید نورافکن، موقعیت برای این بازیکن و توپی که در درون دروازه قرار گرفت. اشتباهه. رزاق پور حالا سرش رو هم پایین آورد. عباس زاده، او برای پیمان بابایی، آیا تراکتور میتونه به گل برسه یا نه؟ خود بابایی ضربش رو میزنه توی دروازه، یه گل محشر و فوق‌العاده، یه گل زیبا زاده بزنه. خود محمد عباس زاده ضربش رو میزنه، توپ تیر دروازه برخورد کرد، گل شده، گل شده، گل شده. بریم سراغ گزارش جریان بازی. شهباز زاده فرصت خوب، موقعیت خوب برای سپاهان، دو دو میشه گل. یه موقعیت برای تیم پیکان و گل. با هم ببینیم صحنه آهسته توپ رو به گل تبدیل میکنه پیمان. یه ارسال، یه موقعیت برای تیم فجر و گل، گل برای تیم فجر. پشتش هم این قیچی برگردونه قشنگه، خطاب بلند درون محوطه جریمه، ضربه سر رو کیروش استانلی میزنه و در برگشت طالب ریکانی دروازه گلگوهر سیرجان رو باز میکنه. زکی پور پا به تو حرکت میکنه در عرض برای قاسمی نژاد، درون محوطه جریمه فرصت برای کیروش استانلی، میتونه دروازه رو باز کنه و حالا گل مساوی، گل مساوی ثابت توپ میشه. امین کمی عقبتر برای سعید صادقی، وارد محوطه جریمه میشه سعید مستقیم و چه گل زیبایی رو میزنه این بازیکن سعید. مربی پدیده بازی در جریان، اونجا ارسال و گل، گل برای زباهن. باز قریشی رو ببینید بالاتر از فراهانی و هم ببینیم اینجا بود که اشتباه کرد میلاد فراهانی و باقر پسند تیز چنگی کرد و این ضربه چیپ خوشگل رو روانه دروازه پدیده کرد و گل دوم زباهن رو رقم زد. اگه گل بشه دقایق باقی مونده خیلی حساس خواهد شد. بیژن و فرعباسی و توپی که درون دروازه قرار میگیره، گل برای خودش صاحب تو، فرصت برای مصر رفسنجان رو زدن گل تساوی، یه موقعیت و توپی که سه جهلم جلو اومده، خود رامین رضاییان کوتاه روی زمین، فرصت برای پرسپولیس تو محوطه جریمه، همچنان موقعیت دارن. ارسالی که انجام شد، ضربه سر کمال و توی دروازه. پاس هم مهدی ترابی پشت محوطه جریمه، یه پاس قشنگ، فرصت هست برای پرسپولیسی ها و دروازه باز میشه، حساب کار میشه 3-1.